دوستای خوبم سلام، خیلی خوش اومدیم به قسمت چهارم از این آموزش. مرسی از اینکه ویدیوهای من رو دنبال میکنید و تا این قسمت با من همراه بودید. خوشحالم که آموزشام تا اینجای کار به درد خیلیاتون خورده. بریم که شروع کنیم. در حال حاضر میخواییم سفیدی چشم رو تکمیل کنیم و ما از رنگ توسی استفاده کردیم واسه اینکه یک خورده جوندارتر و زنده‌تر نشون بدیم اون سفیده چشم رو. حالا برای گرمتر نشون دادن کار من اومدم از رنگ 132 استفاده کردم و یک لایه خیلی آروم و کم رنگ روی اون قسمتایی که سمت لثه چشم هست سایه زدم. البته ما از این کد واسه قسمت گوشه چشمم خیلی قرار استفاده بکنیم و اینکه حواستون باشه نوک مدادتون تیز باشه. از توسی کمرنگ استفاده میکنم. لازمه که یک سری قسمت ها رو با این رنگ یا حالا رنگ سفید فید بکنیم که اون حالت برفکی سایه ها از بین بره. میخوام از پررنگ ترین توسی شروع بکنم و یه لایه خیلی محو و کم رنگ از اون قسمت گوشه چشم شروع کنم و به سمت مردمک بکشونم، ولی خیلی کم رنگ، اصلا نمیخوام رد مداد بمونه. سعی میکنم سایه هامو در جهت های مختلف بزنم که اصلا ردی نمونه از مداد. کلن توی بحث پوست و سایه پردازی شما باید تو جهت های مختلف سایه بزنید تا کامل بافت مقوا رو بپوشونید. اگه دقت کرده باشید هرچی که به سمت مردمک چشم نزدیکتر میشم فشار دستم کمتر میشه و یک قسمت هایی که نزدیک به مردمک قراره که روشن بمونه. این کار باعث میشه که اون چشم ما حالت زنده تر و سپودی تری پیدا کنه. یعنی اصلا قرار نیست ما بیایم کل سفیدی چشم رو یه دست توسی کنیم، سایه توسی بزنیم، نه. گاهی لازمه که یک جاهایی رو کمرنگتر کار کنیم، یک جاهایی رو پررنگتر کار کنیم. همه اینا باعث میشه که ظرافت کارمون بیشتر به چشم بیاد.
خب میریم سراغ کد 132 یا همون رنگ پوست و قسمت هایی که حالت صورتی طوری دارن و یک خورده گرمتر به نظر میرسن و ما با این کد سایه میزنیم. مثل رنگ توسی شروع میکنیم از قسمت گوشه چشم به سمت مردمک. از کد 274 یا همون توسی خیلی پررنگ استفاده میکنم. یک سری سایه خیلی نرم و کمرنگ اطراف مردمک چشم وجود داره که ما قراره اونو با نوک تیز مداد و خیلی آروم نشون بدیم. شما میتونید حتی برای فیتر کردن اون سایه از محو کن یا انگشتتون یا یه دستمال کاغذی هم استفاده کنید. توسی کمرنگم رو برمیدارم، کد 271، روی همون حاله‌ای که اطراف مردمک ایجاد کردیم سایه زدیم رو دوباره با همین رنگ توسی کمرنگ سعی می‌کنیم یک مقدار فید کنیم.
دوباره توصیه پررنگم رو برمیدارم و اون حاله اطراف مردمه که چشم رو سایه میزنم. با مداد توصی کمرنگ سعی میکنم هر جایی که احتیاج به فید شدن داشته باشه فید کنم و کلن یه لایه محو و کمرنگ به کل قسمت سفیدی چشم میارم. فشار دستم زیاد نیست. خب حالا میخوام از کد 103 پولیکروم استفاده کنم. اگر این رنگو ندارید میتونید از سفید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. من چون اینو داشتم دیگه از همین استفاده کردم. یه حالت شیری رنگ داره، ولی خب همونطور که گفتم میتونید به جاش از رنگ سفید هم استفاده کنید. دوباره با این رنگ قسمتایی که روشن‌تر هست رو فید میکنم. سعی میکنم تک تک سایه ها رو با هم دیگه مخلوط بکنم تا اصلا ردی از مداد باقی نمونه. رنگ پوست رو برمیدارم و از قسمت گوشه داخلی چشم شروع میکنم. سایه هامو پررنگ تر میکنم. قسمت های صورتی طوره و سعی میکنم که کامل و با دقت خیلی متراکم سایه بزنم.
یه نکته ای که دوست دارم بهتون بگم اینه که اینو البته قبلا هم گفتم که هیچ وقت کارتون رو از همون دقایق اول، ساعتهای اول قضاوت نکنید. یعنی شما هرچی بیشتر روی نقاشیتون وقت بذارید، ظرافت کارتون بیشتر باشه، به جزئیات بیشتر توجه کنید و با صبر و حوصله زیاد نقاشیتون رو پیش ببرید، آخر سر متوجه میشید که کارتون دقیقاً شبیه مدل اصلی شده و اصلا مو نمیزنه. کار با مداد رنگی همینه، خیلی حوصله میخواد، باید وقت بذارید. خب دوستان ببینید، قراره که یک سری از سایه هایی که از موجه پلک بالایی داخل چشم افتاده ما با رنگ توسی پررنگ ایجادشون بکنیم. پس خوب دقت میکنم دقیقا هر سایه‌ای که افتاده رو کاملا با دقت با ظرافت ایجاد میکنم و دقیقا مثل خود حالت مویی شکلی که افتاده، یعنی مداد رو با فشار کنترل شده دستتون بگیرید. نوک مدادتون هم حتما تیز باشه. از کد 392 کلاسیک، رنگ قرمز قهوه‌ای یا مایل به زرشکی استفاده می‌کنم و یک خورده قسمت‌های بالایی چشم رو سایه می‌زنم. واسه کشیدن سایه موجه‌ها می‌تونید به جای رنگ توسی از رنگ قهوه‌ای هم استفاده کنید، مثل کاری که من الان می‌خوام انجام بدم.
خب دوست گلم، کار چشممون، مردمک چشم و سفیدی چشم تقریبا به پایان رسیده. حالا میخواییم بریم سراغ اطراف چشم، موجه ها، پلک بالایی، پلک پایینی، ابرو و کلن بقیه کار. من حس میکنم شاخ غول رو شکوندیم و قسمت سخت آموزش تقریبا به پایان رسیده. دیگه از اینجا به بعدش ابرو و موجه و پوسته که اگر شما به توضیحاتم با دقت گوش کنید و دقیقاً کارهایی که من انجام میدم و با حوصله انجام بدید، مطمئن باشید که یه چیز خیلی عالی از این آموزش در میارید. خب قبل از هر چیز ما میایم طراحی اولیه‌مون رو با یه پاک‌کن خمیری کم رنگ میکنیم و بعد با استفاده از قهوه‌ای پررنگ اون خط بالای پلک رو من میام پر رنگش میکنم، مثل چیزی که داخل مدل اصلی هست، اون خط پر رنگه. دستتون آزاد بگیرید، اصلا نیازی نیست فشار وارد کنید. هر جا نیاز باشه که فشار دستمون بیشتر بشه من بهتون اطلاع میدم، ولی در حال حاضر اصلا دستتون رو محکم فشار ندید و نوک مدادتون رو تیز کنید و از قسمت انتهایی مداد بگیرید. فکر میکنم خیلی راحت تر باشه واسه تون. چون میخوایم پوست پلک بالا رو بکشیم، من از رنگ پوست استفاده میکنم، کد 132 فکر میکنم اگر اشتباه نگفته باشم، و یک سایه خیلی ملایم و کم رنگ میارم روی همون قسمت بالایی چشم. فشار دستم اصلا زیاد نیست چون که قراره چندین و چند لایه روی همدیگه بیاریم و اینا رو فید کنیم.
رنگ نارنجیمو برمیدارم، کد 115 پولیکروم و شروع میکنم یه لایه کمرنگ از قسمت بالا و گوشه داخلی چشم. رنگ نارنجی مطمئنم همه تون داخل جعبه مداد رنگیاتون دارید، پس مهم نیست دیگه از چه مارکی باشه، دیگه هر نارنجی که دارید بردارید نوکشو تیز کنید و روی اون لایه اولی که با رنگ پوست سایه زدیم سایه بزنید. رنگ طلایی رو برمیدارم از کد 352 کلاسیک و قسمت بالای مردمک رو دقیقا سایه میزنم، چون اون قسمت اگر داخل مدل اصلی دقت کرده باشید یک خورده حالت طلایی طور داره که این رنگ مناسبشه. اگر این رنگ رو ندارید میتونید از یه قهوه‌ای کم رنگ یا حالا یه قهوه‌ای پررنگ با فشار دست خیلی آروم و زرد این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنید، تقریبا اون چیزی که می‌خواید رو بهمون میده. تو کشیدن رنگ پوست خیلی باید دقت کنید که فشار دستتون زیاد نباشه، چون رنگ پوست کلا یه پروسه‌ایه که شما قراره چندین رنگ رو، رنگ خشک رو با هم دیگه ترکیب کنید، هی لایه رو هم دیگه بیارید و اگر فشار دستتون زیاد باشه بافت مقوا خیلی زود اشباع میشه و حالت شیشه‌ای میگیره و دیگه شما نمیتونید کاری بکنید. بعد اگر بخواید پاک بکنید اون قسمت رو مقواتون بلند میشه، یعنی پاره میشه و حالت نمیدونم چه جوری توضیح بدم، ولی خب دیگه نمیتونید اصلا هیچ سایه ای روی اون مقوا ایجاد کنید. قسمت چهارم از این آموزش تقریبا به پایان رسیده. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، چون این کارا باعث میشه که من دلگرمی بگیرم، انگیزه بگیرم تا آموزش های بیشتری واسه تون ضبط کنم. تا قسمت پنجم از این آموزش، خدا نگهدار.